درود بر شما به صحنه باشکوه دوایس آف پرشیا، صدای برتر، خوش اومدین. امشب با مرحله جدیدی از این برنامه با شما هستیم، ضرب فنی. تا این مرحله 20 صدای برتر از میان صدها استعداد این برنامه بعد از رقابت‌های نفسگیر قدم به صحنه ضرب فنی گذاشتند. اگه این فقط یه خوابه، با ترانه یه نفسات من ترانه میگم، سیره سیره ای که به رنگم رنگ امیدی دید و سیری در دامم. حالا هر مربی با 5 صدای برتر به یک مرحله سرنوشت ساز دیگر وارد شده. امشب بیژن مرتضوی و کامیار باید 2 نفر رو از میان 5 استعداد گروه خود برای ادامه این تجربه یگانه انتخاب کنند. برندگان مرحله ضرب فنی به مرحله بعد، یعنی نیمه نهایی خواهند رفت. انتظار استعدادهای گروه هر مربیه. استعدادها در صورت انتخاب شدن توسط مربیشون روی صندلی داغ میشینن، اما تا پایان اجرای آخرین نفر از هر گروه این انتخاب نهایی نیست و مربیان میتونن استعداد دیگه ای را جایگزین کنن. به مربیهای اولین فصل از The Voice of Persia صدای برتر خوش آمد میگوییم. لیلا فروهر و کامیار، چطوری من از این خواننده‌ای که همه خوبن باید از چند تاشون بگذرم و 2 تاشون رو انتخاب کنم؟ خیلی کار سختیه. امروز روز وحشتناک مهمی است. امیدوارم که سورپرایز بشم، اما سورپرایز خوب. سوگند و بیژن مرتضوی، اولین روز بخش از ضربه فنی. وای، نمیدونی چقدر هیجان دارم. با اینکه تیم خودم نیست، باید بگم که برای تک تکشون دلخوره دارم، چون میدونم که مرحله سختی، از 5 نفر قراره 2 نفر انتخاب بشن. بچه ها بهتریناشون اومدن بالا، کلی تمرین کردیم، کلی وقت گذاشتیم و امروز روزی که اینا قراره کار خودشون رو به تنهایی اجرا بکنن و من هم منتظرم که ببینم چیکار کردن دیگه. این همه تمرین کردم باشون، توقعم یه خود بالاست. همین لحظه مرحله ضرب فنی رو با گروه استاد بیژن مرتضوی شروع میکنیم. کسی که از بزرگترین چالش های زندگی موسیقیاییش خوندن به زبان فارسیه، امین.
خبر ندارم و تا خود صبح بیدارم حس خوبی ندارم چشمم اشک به ساعته میپرسم این چه حسیه یکی میگه خیالته من اول امین رو انتخاب کردم، اولی شرکت کننده امین بود، امین رو انتخاب کردم، صداش که عالیه ماشاءالله، وحشی، اصلا شجاع، گستاخ، هر جا دلش میخواد این هنجره رو میبره و من کیف میکنم ماشاءالله بهش، عالی بود، عالی. تو روی صندلی داغ میشینی و تو تیم من مخواهی بود. چقدر روانی بیا که باید بشینی روی این صندلی مخصوص. بریم برای اجرای بعدی با کسی که خوندن همیشه براش راه بیان احساساتش بوده. رامتی با سباره با نگاهت این دلم از زیر رو شد با سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد دل دوباره زیر رو شد با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی تو میگی عاشقت میمونم میگم عشق آخری تو حرف تو داری میگی تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه است آخه هر کی رسید دل ساده من شکست قول بده که تو از پیشم نری واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است میمیرم بری آخرین دفعه است پروازه تو قفس شدم بی نفس شدم دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم راستشو بگو این یه بازیه نکنه همه حرفای تو مثل حرف عشق و غصه هامو کم کن قلب من بهونه داره حرف عاشقونه داره چاره ای دیگه نداره غیر از این که باز دوباره سر رو شونه هات بذار توی دنیا بدون خودم
اجرا کننده بعدی من رامتین بود که خیلی خوب بودم، خیلی عالی اجرا کرد، خیلی آهنگ رو بسیار بسیار آهنگی بود که مردم باش خاطره دارن، زنده یاد مرتضی پاشایی خونده بود، آهنگ من خودم خیلی دوستشم اونم بود، آهنگ رو به زیبایی اجرا کرد، خود اون وسط ها فی 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 هم داشت میداد ولیکن جمع و جورش کرد، خوب اجراش کرد و جات هست. بفرمایید. یکی از صداهای این صحنه که در مرحله آزمون به گروه کامیار پیوست، اما بعد از نبرد بیژن مرتضوی اون رو برای تیم خودش رو بود. فرناز جانم اجرات بسیار خوب بود، ظهورت بسیار خوب بود، لباست خیلی خوب بود، حرکاتت به قول سوگند خانم اکتت خیلی خوب، همه اینا خیلی خوب بود. زمانی رو که من با شما گذراندم همان زمانی است که با تک تک بچه‌ها گذراندم، تمام نکات رو رعایت کردی. من فکر می‌کنم که نوتا همونجوری که بچه‌ها گفتن جوست بود. بله. آهنگ رو گرفتی، حسش کردی. من فکر میکنم چون موسیقی شوخی پوخی نداره، یک اجرای بسیار خوبی داشتی که به یاد ماندنی خواهد بود. این از همه چی مهمتره. ولی من دلم میخواد تو رو سال دیگه ببینم، حتما هم باید ببینم. اینجوری که تو داری پیش میری با یه جلسه تمرین اینقدر پیشرفت کردی، تا سال دیگه بعد جوری به قول بچه ها میترکونی. من ازت تشکر میکنم به خاطر اجرای زیباد و میخوام خواهش کنم که بچه ها جایشون رو نگه دارن و شما تشریف ببرید. مرسی 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 از همتون. تو تیم من بود. خیلی خوبه، خیلی خوبه. ببین برنده هستی، تو الان برنده هستی. دم میگم، دم میگم. حس میکنم که از روز اولی که اینجا بودم تا اینجا توی همه جنبه ها پیشرفت داشتم و احساس میکنم هر اجرا از اجرای قبلی بهتر بود. خودم فکر میکنم بیژن جام واقعا دمش گرم، خیلی خوب بود. خیلی اصلا از اجرای اولی باور نکردنی بود، 200% بهتر بود. نوتا را همه کافی نبود. درست برای من کافی نبود. فرناز انتخاب نکردم، با اینکه انتخابش نکرده بودم ولی اجراش خوب بود، یعنی از آنچه که بود خیلی بهتر بود. هنوز کافی نبود ولی من قبلش رو دیده بودم، خیلی بچه کار کرده بود، خیلی خوب کار کرده بود. اگه تصویر منو ببینی فرناز، آفرین به تو، آفرین، خیلی خوب بود ولی کافی نبود. سال بعد بهتر تو رو خواهم دید. یکی دیگر از استعدادهای تیم بیژن مرتضوی که رویاش فارغ از هر چیز زیستن در جهان موسیقی است، امیر.
اگه که خوب در نیومد به احترامت بمیرم. امشب میخوام تو آسمون عکس چشاتو بکشم، اگه نگاهم نکنی ناز نگاهتو بکشم. امشب میخوام تا خود صبح فقط برات دعا کنم، برای خوشبخت شدنت خدا 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 کنم، خدا 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 کنم. نکنی رنگ گل شقایق یه موقعی فکر نکنی دلم برات تنگ نمیشه، فکر نکنی اگه بری زندگی کم رنگ نمیشه. امشب میخوام تا خود صبح فقط برات بسیارم عالی. اجرا کننده چهارم من امیر بود که خیلی صدای خوشگلی داره، تو صداش معصومیت موج میزنه، دوست داشتم صداشو. اجراش هم خیلی خوب بود. یه جا تفلک شعر یادش رفت دیگه، شعر یادش رفت. این اتفاق برای همه ما میفته. خیلی مهمه، نمیتونم بگم مهم نیست، چون اینجا داره خودشو عرضه میکرد. این از پوینت خیلی کم کرد، حداقل از نظر من، از دید یک قاضی خیلی پوینتش کم شد، ولی انقدر ایرای خودش زیبا بود. و من چون اصلا موزیسین هستم، همیشه اعتقاد بر این دارم که موسیقی یه چیز آسمانیه، وقتی شعر میره روش زمینی میشه، والا فرانسوی میشه یا ایرانی میشه یا چه میدونم، بر حسب اون زبان شهروندی پیدا میکنه. برای همین هم موسیقی بتهوون و اشتراس و این و اون هنوز بعد از چند صد سال، چون زبانی درش نیست. به هر حال بگذاریم از این قضیه. من میخوام که تو در تیم من بمونی. به جای کدومشون ایجاد جو، امین یا رامتی؟ امین میمونه و رامتین ازش خداحافظی میکنم. شعر یادش رفت، ولی کم میگم انقدر زیباش اجراش زیبا بود که من نگرش داشتم و خواستم که روی صندلی داغ بشینه. به آقای رامتین خانم گفتم چه نگم بهره کسی، چون نشسته بود جای کیو، جای یکی نشسته بود رامتین فکر میکنم، نه درست، گفتم برو بشین جای رامتین و ازش خواهش کردم که صندلی داغ رو رها بکنه و امیر جاش بشینه. یکی از استعدادهای دوایس آف پرژیا که برای رسیدن به این صحنه موانع بسیاری رو از سر راهش برداشته، ماریا. تو قلب من تو فرام شد
به 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 همینجور ادامه بدین همینجوری به به عجب جورایی ماریا رو خیلی دوستش دارم صدای خیلی متفاوتی داره اصلا من این صدا رو این نوع جنس صدا رو کم شنیدم کار من اینه دوستان من همه این کارن دانشجوام هنرجوام صدا دارن ولی این صدا صدای خاصیه یه کاری هم براش انتخاب کردم که حداقل به خود من ثابت بکنه که این دختر میتونه بسیار بی‌پروا پرواز بکنه و کرد واقعا کرد و چقدر هم زیبا انجام داد این کار رو میخوام تو تیم من بمونی تبریک میگم عزیزم خب بیژن جان باید تصمیم بگیریم که روی کدوم یکی از صندلی داغ میخوان که ایشون بشینن جای امیر یا امین این قسمت یکی از سخت‌ترین قسمت هاست برای تصمیم گیری برای که این بچه ها واقعا مثل بچه های خودم میبونن کلی هم با هم کار کردیم کلی هم کارشون عالی بوده هم امین هم امیر هر دوشون ولی خب کار موسیقیه موسیقی هم شوخی بردار نیست اصلا من میخوام که از امیر خواهش بکنم که جایش رو رو صندلی داغ به ماریای عزیز بده. مجدداً از امیر خواهش کنم که یه بار دیگه صندلی داغ رها بشه تا ماریا بره بشینه در نتیجه از بین 5 نفر بچهای من 2 نفر امیر و ماریا انتخاب شدن که به مرحله نیمه نهایی رسیدن خب توی این مرحله ناک‌اوت نفر اول بودن خیلی راحت نیستش چون میری اجراتو حالا سعی می‌کنی بهترین اجراتو بذاری و بعد موقعی که رو صندلی می‌شینی یعنی من حالا بخوام از اول بگم استرس اولیه بود رفتم شروع کردم به خوندن تغییراتی که به موزیک داده بودم یک مقدار ریسکی بود مربی‌ها نمیدونستم خوششون بیاد یا نه ولی واقعی که دیگه شروع کردم به خوندن تغییراتو دادم دیدم کامیار نه دوست داشت باش ارتباط گرفتم موقعی که رفتم تو اوج آهنگ دیدم سوگندم همینجوری از یک سمت هم خود آقای مرتضوی رو که میدیدم دلگرمی میداد به قشنگ بعد اوجو که خوندم یک نیم نگاهی به خانم فروهر داشتم دیدم شاک شده بود خوشم آمد و خیلی حس خوبی بود آخرش که دیگه تموم شد خب 4 تا مربی دوست داشتن خیلی کامنت های خوب و مثبت گرفتم ولی مشکل اصلی از اونجای شروع شد که دیگه نشستم روی صندلی و بچه های دیگه باید میومدن میخوندن و هر لحظه امکانش بودش که بخوان جای منو بگیرن خیلی سخت بود و از یک سمت هم دوست داشتم بچه ها بهترینشون رو بذارن از یک سمت هم دوست نداشتم صندلی رو از دست بدم ولی تا آخرش موندم ماریا که اومد بالا دیگه یک مقدار دلهوره داشتم چون سبکمون با هم راک هستش و اصلا توقع نداشتم آقای مرتضوی دوتا از بچه هایی که دارن راک میخونن رو توی گروهشون نگه دارن و در نهایت شد و من و ماریا اومدیم بالا خیلی حس خوبی دارم امروز اجرای ضرب فنی رو پشت سر گذاشتیم من و امین از گروه بیژن عزیز اومدیم بالا من نفر آخر بودم اجرای تک تک بچه ها رو از پشت صحنه دیدم و واقعا عالی بودن همشون یعنی من اگه جای بیژن جان بودم نمیدونستم واقعا کدوم رو باید رو اون صندلی ها بشونم و نوبت خودم هم که شد راستش برام مهمتر این بود که جدا این که بشینم روی اون صندلی یا نه یک اجرایی واقعا بکنم که بمونه تو ذهنها و این واقعا خیلی برام مهمتر بود از اینکه روی صندلی داغ بشینم که خب لطف مربی ها بود و خب واقعا هم سعی کردم که بهترینم باشم
نظرات مربیا خوشبختانه خیلی خیلی مثبت بود. واقعا انرژی گرفتم از اون همه نظرات مثبت و امیدوارم که در اجرای بعدی بتونم با قدرت بیشتری در واقع ظاهر بشم و اجرای حتی بهتری از امروز داشته باشم. خوش آمدین به ادامه برنامه The Voice of Persia، صدای برتر. ضرب فنی امشب رو با اجرای استعدادهای برتر گروه کامیار ادامه میدیم. یکی از استعدادهای این گروه که همیشه بزرگترین حریف زندگیش خودش بوده، سامیار. چهرت پر احساسه که دردامو میبره، حسی که من دارم به تو از یه عشق ساده بیشتره. اینقدر زیباس لبخنده که اخمامو میبره، من خاموشم اما مطمئنم که قلب تو روشنه. واسه یه بار بشین به پای حرفام، از سه قلبم تو رو ست شدم و به تو کردم عادت، دیوونتم، عشقم، تو باید مال من باشی، مال من باشی. وابست شدم و به تو کردم عادت، دیوونتم، عشقم، تو باید مال من باشی، مال من باشی. hey! انقدر دل نشینی که هیچی نمیخواد از تو بگذره، که من دارم به تو از یه عشق ساده بیشتره. اینقدر نشین خیالت که هر لحظه ای با منه، من خاموشم اما مطمئنم که قلب تو روشنه. واسه یه بار بشین به پای حرف، ببین یعنی واقعا کار درست بود سامیار. هر چی گفتم گوش کردی، مخصوصا اون آخر آهنگ، اون تحریرهایی که گفتم که دیگه شنونده حوصله‌اش سر نره، که تکرار نشه کورس. اصلا دقیقا همون چیزی که بهت گفتم انجام دادی، اصلا هنوز موندم توش، باورم نمیشه. ممنونم. خیلی عالی بودی، میخوندی، حال میکردی. ببینم یه صندلی اونجا از دو تا صندلی است که داره اینجوری قلقل میکنه، انقدر صندلی داغه. آره قلقل. تحمل میکنی گرما رو؟ هر چی باشه فرق نمیکنه. صد درصد. میترسم بسوزی. عالی. دمت گرم. جای تو اونجا صندلی داغه. بفرمایید. نه من اینجا بفرما اول. حالا اون بر بفرما. دمت گرم. تشریف بیارید. امروز خب واقعا روز خیلی پرهیجان بود، روز زیبا بود، اما خیلی غم‌انگیزم بودش. اول که سامیار اومد خوند، انقدر قشنگ اجرا کرد، یعنی
بیش از هر چیزی که میتونستم تصور کنم. چه تحریرایی، اصلا آخر آهنگ اون کارهای سخته که بهش گفتم انجام بده که فرق داشته باشه با آهنگ، خیلی قشنگ اجرا کردش، شکی نبود. یه صندلی داغ منتظرش بودش. استعداد بعدی گروه کامیار کسیه که در دو مرحله قبل با اجراهای پر انرژیش تونه صحنه The Voice of Persia رو از آن خودش کنه. آریا. آریا جون دمت گرم، خیلی عالی بود، ترکوندی واقعا، کلمه دیگه نمیشه گفت جز ترکوندی، چون بقیه کلمه های دیگه کمه به خدا. واقعا هم تو چهرت، هم تو صدا، هم تو راه رفتنت محبت رو حس میکنم، حس داداشی رو حس میکنم. و هنرمند همیشه میگم فقط خوندن نیست، طرز راه رفتنت، طرزی که با یه رفیقی صحبت میکنی، اما همه اینا رو من تو صداتم میبینم، تو چهرتم میبینم که با همین باد کیف میکنم. احساس میکنم حق انتخاب ندارم، انتخاب تو رو همه کردم، فقط میترسم این صندلی واسه تو سرد باشه. من میخوام به صندلی معرفی کنم که یه خواننده داغ قراره بیاد، حواست باشه. آره خلاصه که تبریک میگم دادم، خیلی خوبی. بمب انرژی شیطون اومد که واسه این دو نفرم هم واقعا همه پا شدن، همه میرقصیدن، دست میزدن. خیلی واضح بود که واسه آریام یه صندلی خیلی داغ، البته نه به داغی خودش فکر کنم صندلی سوخت، اونم واقعا
لیاقتش رو داشتش چون خیلی عالی بودش. نفر بعدی به گفته خودش آوازخوانی برای او مثل خون در رکاش میمونه. آروین. در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه، آرام آرام آتش به دلم زدی، بنشین که خوش آمدی رویای من، این تو این جان من، شوق چشمان جان. زمان زمان چیه؟ تصمیم. آروین جان خسته نباشی. مرسی. میدونم که یه سختیایی داری، اما انرژی که داشتی میدونم سعی میکردی، در کل که من گوش کردم به خدا کیف کردم، خیلی عالی بود. تو به نظر من نباید پاشم، تو به نظر من یاد خولیو ایگلزیاس میفتم صدا تو میشنوم. یه اصلا کلن جنس صدات یه جوریه که میتونی با یه سبک جدید فارسی رو بخونی و به نظرم تو خیلی آینده داری، تو اصلا خیلی کار داری هنوز و تو رو خواهیم شنید و متاسفانه باید یه تصمیم بگیرم که سخته، این سخت‌ترین مرحله است، چون به هر حال پتانسیلش هست که قلب یکی بشکنه و من نمیخوام. میخوای یه ذره زمان بهت بدیم فکر کنی؟ چجوری فکر کنم؟ آروین جان من نگران تو نیستم، میدونم که 100% آینده داری و قلبا دوستت دارم، اما تصمیمم اینه که این فصل ویزا رو به تو ندم واسه اون صندلی داغ، یه صندلی ولرم بهت میدم فعلا، اما فصل دیگه حتما برگرد چون تو میتونی پدر همه رو دراری. انقدر خوبی، جدی میگم. خیلی ممنون، مرسی از اجرا. نه دیگه تو رو بغل نازنین.
اونجایی که خیلی سخت میشد وقتی که آروین اومد، که آروین خودش یک شخصیته که هم درونش، قلبش، چهرهش، صداش پر از عشق و احساس است. یعنی اونجا واسه اولین بار قلب خودم شکست، فکر کنم بیشتر از خودش، که مجبور بودم بهانه‌ای پیدا کنم که یکیشون رو انتخاب نکنم و بهش گفتم که واسه این فصل بهت ویزا نمیدم. اما همیشه تو خودم یه شک بود به هر حال. هدف زندگی استعداد بعدی گروه کامیار رفع محدودیت از انسانها در جهان موسیقی و تلاش برای پرورش هرچه بیشتر آنهاست. پوریا من اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو، نفسم یک بار، فقط یک بار بگیره بوی تو. من اگر یک بار، من یک بار ببینم روی تو، نفسم یک بار، فقط یک بار بگیره بوی تو. سرشی میگیرم از عشق مثل خورشید دیدنی، تشنه ی پرسش روی تو تنها جواب. آخ اگر یک بار، اگه فقط یک بار ببینم روی تو، ای من اگر یک بار، اگه فقط یک بار ببینم روی تو، نفسم یک بار، فقط یک بار بگیره بود بار تشریف اینجا کامیار نیست. پوریا جون کار منو واقعا خیلی سخت کردی. هنوز در این ثانیه به جون خودم تصمیممو نگرفتم و بدبختی همینجاست. فقط یه چیزی میتونم به شما بگم، اگر دو خواننده بود تو تیم که یه مقدار بیشتر مقایسه میکردم، این باشه اون باشه، دوتاش که نباشن، یا تو بودی یا سامیار.
به خاطر اینکه یک مقدار سبک خوندنتون و تحریراتون بیشتر یه ژانر هست. خیلی کلی بگم، وگرنه خیلی جنس صداتون فرق داره. و جنگی که با خودم دارم همین بودش و فرقتونم یه گرم هم نیست. یعنی ما باید یه دونه انتخاب کنم. صندلی داغ رو به پوریا میدم. سامیا جون خیلی دوستت دارم داداش. خیلی بغل پوریا اومد. اینجا بازم سخت‌تر شد چون پوریا جزو میشه گفت مثل شاگردایی بود که هر چی من به عنوان یک مربی گفتم گوش کرد. زیاد شکی نداشت نسبت به خوندنش. بیشتر حرکتاش بودش که دوست داشتم یه مقدار اون انرژی رو تو حرکتاش ببینم، تو زبان بدنیش، که بیش از حدی که انتظار داشتم دیدم و خیلی کیف کردم. بعد اینجا دو تا صندلی هستش که دو نفر نشستن، دو تا استعداد من. اونجا دوست دومین دفعه قلبم شکست که واسه انتخاب میکردم که کی در واقع پاشه و پوریا بیاد به جاش بشینه، که در واقع اونجا گفتم که سامیار، که احساس میکردم سبک و خوندنش خیلی نزدیک بود به پوریا و یکیشون میخواستم باشه. فکر کردم که شاید به قلب من خوندن پوریا یه خورده بیشتر به قلب من نشست، اما فرقش خیلی کم بود. یعنی دوتاشون برنده است. نفر بعدی این گروه کسی است که از نخستین اجرا با صدای گرمش دل از همه مربی ها رو بود. کیان.
کامیار، زمان زمان تصمیم برادر. تو واقعا سمبل آرامش هستی، همینطور که لیلا جونم گفتن داریوش. خودت میدونی من تو رو چی صدا میکنم؟ بگو بلند. مینی داریوش. مینی داریوش. پس من درست تشخیص دادم. تو تنها خواننده‌ای هستی که هرچند آروم میخونی، اما با اون آروم خوندنت میتونی کاری کنی که زلزله شو تو قلب‌های ما. و به خاطر همین کارت دوباره کار منو سخت‌تر کردی. و خب قرار هستش که من دوباره قلبم اینجا بشکنه. اول از همه واقعیتش اینه که من میخوام یه صندلی داغ به شما بدم. صد دست. بسیار عالی. کامیا جان، کدوم صندلی؟ پوریا یا آریا؟ دلم میخواد آریا بمونه. آخرین خواننده اومد کیان با یک سبک کاملا متفاوت که یه مینی داریوشه. همیشه بهش میگم، فکر کنم یه هشتگ واسش شد، مینی داریوش. کیان عزیز که اونم اتفاقا یه شکی داشتم، نه زیاد، خوندنش عالی بود. فقط میخواستم با این، هرچند که آهنگ خیلی ریلکس بود، خیلی سلو بودش، عاشقانه بودش، اما میگفتم یه حرکتی با دستات بکن. بعد دیدم که دو سه جای حرکت هنری با دستاش اینجوری اومد که منو یاد شاهرخ مشکین قلم انداخت، برادر بزرگم باید بگم. و همون جامون حرکت باز تو قلبم رفت، به خاطر اینکه حس کردم که حرفمو گوش کرد، هر جا که بود پیشرفت کرد. و زیباترین حس اینه که تو هنر یکی هر جا که هست، خوب، بد، متوسط، اون پیشرفته که میکنه به سرعت، اون از همه زیباتره. و اگه دقت کنین از اول تا آخر آریا بود، ها نشد. فکر کنم یه آریا یه سبکی، یه ستایلی داشت که میخواستم باشه، احتیاج داشتم، دوست دارم یک دونه تو این دوتا صندلی مثل اون باشه. واسه همین اون فکر کنم خیالش راحت بود، یعنی نه خیال من راحت بود چون خبر نداشت، اما بین اون چهار تا دیگه واقعا زجرآور بود اون انتخاب. اما خب آخر کیان رو انتخاب کردم که اگه فکرشو بکنین، آریا و کیان یه نکته که خیلی جالب است اینه که اینقدر متفاوت هستن، یعنی به حالت چی بگم، خیلی افراطی، هیچ ربطی به هم ندارن. و فکر کنم این خودش خیلی قشنگه که در تیم کامیار با اون دیدگاهی که مردم از من دارن، چیزی که عادتشون هست، هرچند پشت پیانو هم میرم خیلی سنگین میخونم، اینم هست، اما خوشحالم که دوتا خواننده هستن که سبکاشون کاملا متفاوت است و تو سبکاشون استاد هستن. اما فقط میخوام سامیار عزیز، پوریای عزیز و آروین عزیز، همینانش دارم واقعا احساساتی میشم، بسیار دوستشون دارم، دوستتون دارم، من بهشون افتخار میکنم، به این سه تا خواننده. و تازه کارتون شروع شد، تموم نشد، تازه شروع شد، میلیون ها نفر شما رو دیدن و هر پنج تاشون برنده هستن. خب از قبل اینکه بچه‌ها شروع کنن برن رو استیج، خب همه اومدیم توی اتاق، تو اتاقی که باید میشستیم در واقع، و به تلویزیون نگاه میکردیم و اجرای بچه‌ها رو یکی یکی نگاه میکردیم. من واقعا استراب گرفتم به خاطر اینکه خب میدیدم این استراب تو چهره بچه‌ها، خب همینجور به منتقل شده بود، ولی هی سعی میکردم که فقط نفس عمیق بکشم و این استراب از خودم دور کنم. و اینکه فقط ترسم از این بود که این اجرا یه جوری اجرا بشه که یه وقت مثلا مردم دوست نداشته باشن، چون این آهنگ خیلی آهنگ نوستالژیکی هست برای ما مردم ایران. و اینکه
من فقط دوست داشتم این اجرا یه جوری تموم بشه که اون لحظه من وقتی میکروفون رو از صورتم دور میکنم فقط این آهنگ خوب تموم شده باشه و هیچ مشکلی نداشته باشه، خیلی خوب اجرا شده باشه که توی دل مردم جا پیدا کنه، که این اجرای من باز هم دیده بشه، فقط یک بار اجرا نشه. و از این موضوع خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد. خب پشت صحنه که بودیم خب میدیدم که بچه‌ها دارن جا به جا میشن، واقعا خیلی زمان بدیه، به خاطر اینکه ما 5 تا دوست بودیم واقعا، از زمانی که هرچی گروه ها کمتر و کوچیکتر شد خیلی ما دوستیمون با هم بیشتر شد و واقعا ناراحت شدم، ولی خب مسابقه است دیگه، وقتی که ما همه اومدیم اینجا اینا رو قبول کردیم که اومدیم اینجا. و به شخصه اگر من امروز خودم هم یکی از اونایی بودم که از روی صندلی بلند میشد واقعا هیچ اعتراضی نمیکردم، چون همه خوب بودن، همه خوب خوندن، همه عالی بودن. ولی خب لطف کردن به من و تعریفای خانم فروهر و تعریفای جناب دکتر بیژن مرتضوی خیلی به من انرژی میده، خیلی به من انرژی میده. و من اون روز اولی که اومدم اینجا اصلا فکر نمی‌کردم که این حرفا رو بشنوم و این اتفاقا برای من بیفته. و کامیارم که همیشه به من لطف داشته با تمریناش، با نکته‌هایی که بهم میگه، واقعا کامیار عالیه. و سوگنجانم که همیشه به من لطف داره و از من تعریف میکنه. و امیدوارم که فقط مرحله بعدی که خب خیلی سخت‌تر از این مرحله میشه رو بتونم خیلی خوب از پس خوندن بر بیام و دوباره هم ببینم اتون رو باهاتون صحبت کنم. جوری که آقای خاچیکیان با عشق وقت میذاره به خدا من ندیدم. ندیدم. مگه میشه نکنم؟ خیلی ما. مگه میشه نکنم؟ تمام انرژی از خودشون شروع میشه. من فقط یادآوری میکنم که این انرژی رو دارین، زیباییتون رو دارین، همش از خودشونه، باور کن از خودشون. درجه یکه، یعنی واقعا یکی از درجه یک هاست تو این کار. انقدر مثل قشنگ مثل پدره، حواسش به ما هست، اینجوری کن اونجوری کن، کمک میکنه موقع تمرین ها بالا سر فلان بیستار، در کنار کامیار با ما هست همیشه. یعنی واقعا درجه یکه. واقعا خوشحالم که برای اولین بار ایشونو میبینم. من قبل توی فضای مجازی دنبالشون میکردم ولی اینجا خیلی خوشحالم که نزدیک میبینم. فدات بشه. الان نوبت ایشونه، درسته؟ یعنی من انداختیم بیرون. استاد میرسم الان خدمت. مجددا سلام. دوباره خدا یاری کرد، قسمت شد، من دوباره اومدم اینجا وایستادم. امروز فوق العاده حساس بود. یعنی من دیگه کم کم نزدیک بود برانکارد منو ببرن از رو صحنه بیرون. هم اجرام پر انرژی بود و خیلی نفس میخواست. از قبل از اومدن روی صحنه میتونم برات بگم که قشنگ از معده درد داشتم میمردم، چون انقدر استرس داشتم و داشتم هرس میخوردم و استرابم خیلی زیاد بود. زمانی که سامیار اجراش تموم شد اومدم دم صحنه، کارگردان اشاره میکرد همه چی اوکی، نگران نباش، برو بالا. دو سه تا نفس عمیق کشیدم. ببین من پام میره تازگی رو صحنه، انگار چشام سیاهی میره، دیگه یادم نمیاد چی میشه. فقط گهگاهی یه سری اینجوری ریز ریز میزنه، یهو یادم میفته این کارو کردم، اون کارو کردم، این ریاکشن دیدم، اون ریاکشن دیدم. بعد که میام میشینم میبینم چی کار کردم. تازه میشینم به خودم فکر میکنم اینم چی شد. لحظه که اجرا تموم شد واقعا مربی ها لطف داشتن به من و همهشون انقدر مثبت به من نظر دادن که واقعا احساساتی شده بودم. باعث افتخارم بود که استاد مرتضوی، خانم لیلا فروهر، سوگند عزیز و کامیار انقدر به من لطف داشت و کامیار من انتخاب کرد، یه صندلی به من داد. رفتم نشستم کنار رفیق شفیقم سامیار. ما انقدر با هم صمیمیم، همه فکر میکنم ما مثلا 10-15 سال 20 سال با هم رفیقیم، ولی واقعا من از شروع این برنامه با سامیار رفیق شدم و همون لحظه یه جرقه بین ما خورد، انگار واقعا رفیقای 20 ساله. و اون لحظه که سامیار باید میرفت بیرون، دلیل احساسی شدن من این بود که انگار واقعا رفیق چندین سالم از کنارم داره میره و برام سخت بود. نه که بخوام بگم بقیه بچه‌ها لیاقتشو نداشتن بشینن اونجا، هر کسی که میاد رو اون صندلی میشینه قطعا لیاقتشو داره، ولی من دوست داشتم یار شفیقم، رفیق نازنینم کنارم باشه و توی نیمه نهایی حالشو بگیرم، بعد اون موقع میرفت، ولی متاسفانه نشد، مجبور شدم همینجا ازش خدافظی کنم. خیلی دوستت دارم سامیار جان، امیدوارم هر موقع این تصویر رو میبینی یادت باشه این رفیقت دوستت داره. پیام آخرم که بخوام بگم،
امیدوارم که لایق این باشم که دوباره کامیار منو انتخاب کنه. یک برنامه بی نظیر دیگه میخوام اجرا کنم، در حال ساختیم الان، اونجا منتظر منن، برم ببینم برنامه بعدی چی میشه، ولی امیدوارم که دوباره همینجا بایستم و با لبخند براتون توضیح بدم. دمتون گرم. اجراهای استعدادهای برتر گروه کامیار هم در مرحله ضرب فنی به پایان رسید. آریا و کیان که روی صندلی‌های داغ نشستن به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند. و در همین لحظه قسمت اول مرحله ضرب فنی دوایس آف پرژیا صدای برتر تمام شد. اولین قسمت ضرب فنی رو با دو گروه از استعدادهای برتر بیژن مرتضوی و کامیار شاهد بودیم. تا الان مشخص شده که از گروه بیژن مرتضوی ماریا و امین به مرحله بعد راه پیدا کردن. آریا و کیان هم از گروه کامیار در مرحله نیمه نهایی با ما خواهند بود. اما هنوز مرحله ضرب فنی به پایان نرسیده. با ما همراه باشید تا در قسمت بعد شاهد رقابت استعدادهای برتر در گروه لیلا فروهر و گروه سوگند باشیم. مرحله ضرب فنی همچنان نفسگیر ادامه دارد. تا درودی دیگر بر این صحنه باشکوه، بدرود.